خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. دنیای خیلی عجیبیه همیهنان گرامی. 1500 نفر از بچه های میهن ما در کف خیابان های ایران جان میبازن به وسیله وحوش آقا امام زمان و مطبوعات جهان ساکتن. تعجب آوره. CNN، بسیار از تلویزیون های آمریکا، بسیار از تلویزیون های اروپا، تلویزیون های حتی کشورهای عربی ساکت، مثل اینکه 1500 تا مرغ سر بریدن، اونم با اسلحه جنگی. آقای قاشقچی تو سفارت عربستان سعودی در ترکیه قصابی میشه به طرز وحشیانه واقعا، ولی تمام خبرهای جهان رو تحت تاثیر قرار میده. ماها راجع به قتل بیرحمانه و سبعانه قاشقچی صحبت میشه. دنیا دنیای باجگیریه دیگه. خب در ایران یک جانی بلفطره، کسی که رئیس سپاه، فرمانده سپاه قدس، تمام جنایات که در سوریه انجام شده زیر سر این آدم بوده. یعنی این به بشار اسد گفته اگر میخوای حکومت دوام داشته باشه کاری رو بکن که ما در ایران کردیم، قصابی بکن و هر کس کوچکترین صدایی در آورد سعی کن خفش کنی. خب این عاقبت سوریه است. میبینی سوریه، من رفته بودم دیده بودم قبل از انقلاب، من 3 کشور رو رفتم دیدم: لبنان، سوریه و اردن. هر 3 این کشورها از کشورهای آباد و به اصطلاح آرام منطقه بود. تنها یک کشور بود که شرایط بسیار پلیسی و امنیتی داشت، نه که اردن نداشت ولی خیلی کمتر، اونم سوریه بود تحت رژیم حافظ اسد، ولی پر از آثار تاریخی، پر از مناظر زیبا و پر از تاریخ. هر گوشه سوریه یا شامات سابق رو میدیدین پر از خاطرات تاریخی بود. خب آقای قاسم سلیمانی رفت به بشار اسد، پسر حافظ اسد، گفت آقا این مردم یواش یواش میان تو خیابون برای تظاهرات را میدازن به اسم قانون اساسی، به اسم آزادی های اولیه، بعد زیر پای حکومت تو شل میکنن و سرنگونت میکنن. حالا چرا سوریه؟ برای اینکه سوریه در جنگ عراق و ایران سمت ایران گرفته بود آقای حافظ اسد. دلیلش هم این بود که اونا یه شعبه ای از حزب بعث بودن که مخالف صدام بودن. حالا اینا میخواستن تلافی اون پشتیبانی سوریه رو از ایران در اینجا نشون بده. آقای قاسم سلیمانی رفت اونجا و به بشار اسد گفت کوچکترین حرکت رو باید سرکوب بکنی شدید. اون سرکوب های وحشیانه سببش این شد که سوریه تبدیل شد به یک سرزمینی
برای امتحان کردن انواع اسلحه ها و انواع ایدئولوژی ها و داعش و این عاقبتش. یمن همینطور. یعنی شما الان اگر یمن، درست یمن هم همین شرایط داشت، یمن هم یک کشور تاریخی و دارای آثار تاریخی بی‌نظیر، اینا رفتن زیر پای یمن پوست خربزه گذاشتن، همون بلایی را آوردن سر اونا که سر سوریه آورد. بعد اومدن عراق، شاهدید که عراق کرکوک و شهرهای عمده عراق تبدیل شد به جولانگاه داعش. بعد آقای سلیمانی به اسم مبارزه با داعش رفت در این کشور و گروه های درست مثل حزب الله و مثل این انصار نمیدونم ولی الله و اون اسامی که دارن، یعنی یک عده وحشی که فقط کارشون کشتاره، در اونجا به وجود آورد. خب در لبنان هم که میبینید نصف لبنان تبدیل شده به سرزمین حزب الله، نه در اختیار حکومت مرکزیه، نه از اوامر حکومت مرکزی پیروی میکنه، پارلمان دلش بخواد منحل میکنه، پارلمان دلش میخواد دائر میکنه، دولت رو دلش میخواد میبره و اگرم تشخیص بده حمله میکنه به اسرائیل. یعنی برای اولین بار در تاریخ جهان یک حزب سیاسی قدرت نیروش و آتشش بیشتر از ارتشه. کی این کار کرده؟ جمهوری اسلامی. متجاوز از 150 هزار موشک در این گوش و کنار لبنان مخصوصا در جنوب کار گذاشتن برای اینکه بریزن رو اسرائیل. کی این کار کرده؟ آقای سردار سلیمانی، مسئول سپاه قدس سپاه پاسداران، یعنی یه نیرویی که کاملا مجزا از سازمانهای دیگه است، دارای یک بودجه هنگفت که اصلا قابل کنترل نیست. خب و قدرت تام الاختیار، یعنی رئیس جمهور سوریه رو هم داره میاره تهران بدون اینکه این آقای شیخ حسن کلیتساز بدونه، وزیر خارجش بدونه، آقا رو برم دارم میارم من رو حضور رهبر، تازه موقعی که حضور رهبر میرسن وزیر خارجه استعفا میده، میگه پس بفرمایید بنده چرخ پنجمه درشکم دیگه. آقا رو میبرن پیش رئیس جمهور، تا اون زمانی که دم اتاق رئیس جمهور میرسه رئیس جمهور منتخب مردم ایران نمیدونسته آقای بشار اسد توی ایرانه. آقای مقتدر صدر رو بعد از میلیاردها خرج براش و بعد از اینکه غرق کرد رفت توی دامن عربستان سعودی، این آقا رفت دوباره از توی عراق ورش داشت آورد به حضور رهبر بگه من چاکرم نوکرم، دوباره یه مقداری پول بگیره. خب در میکونوس همین قوای خارجی، همین سپاه قدس بود که اراذل حزب الله لبنان رو بسیج کرد، با کمک دارابی اومدن ریختن توی رستوران میکونوس و سران حزب دموکرات رو و یه عده افراد سیاسی ایرانی رو مثل دهکردی و بقیه رو کشتن. بختیار رو همین جانیای مال سپاه قدس اومدن قصابی کردن. آقای برومند و همینا، شادروان فرخزاد رو همینا، یعنی سپاه قدس و تشکیلات خارجی اینا آمدن اینا رو کشتن. خب حالا یه همچین آدمی به وسیله به دستور مستقیم آقای ترامپ کشته شد با موشک به وسیله پهباد.
ولی چرا حالا 1500 نفر از بچه های ما در سطح خیابان های تهران جان باختن؟ متجاوز از 8000 نفر الان در دست این وحشیان فعلا حاکم اسیرن. اینا متخصص عزاداری هن. 1400 سال این بازی رو در آوردن. از قاسم سلیمانی جانی یه آدمی ساختن که این آدم سرباز آقا امام زمانه. آقاییست که اصلا به کسی کار نداشته، داعش رو نابود کرده. خود شما داعشین، چی رو داعش نابود کرده؟ مگه داعش چی کار میکنه که شما نکردین؟ داعش از بین برده؟ شما تازه استادای داعش بودین. شما روز روشن در برابر دوربین تمام دنیا اسلحه جنگی رو برشتید روی بچه های بدون دفاع ما شلیک کردین. در عرض 4 روز 1500 نفر کشتین. درست در این زمانی که برای اولین بار در دنیا همه توجه عمومی جلب این مسئله شد، حالا منعکس نشد کاری نداریم، جلب این مسئله شد که در ایران رژیم دیگه به آخرا داره میرسه، حالا اگرم نمیرسید ولی این طور بود. 1500 نفر کشته شدن، هزاران نفر دستگیر شدن، رژیم در حال ریزشه و یکی از همین آدمایی که دورور این بیت رهبری و اینا هستن درست مسیر این آدم رو که از دمشق پرواز میکرده بیاد تو بغداد اطلاع میده به مقامات آمریکایی و اونا با پهباد میزنه، با موشک میزنه. میبینید که در فرودگاه بغداد ایشون و آقای المهندس و یه عده دوروری های آقای اینا، این ده صحنه زدن اتومبیلای سلیمانی و المهندس. خب نتیجه این چی شد؟ نتیجه این که یکی از خونریزترین سرداران سپاه کشته شد. این درست، ولی عواقبش چی شد؟ عواقبش این شد که خون 1500 نفر پایمال شد به کلی. یعنی تظاهرات خیابانی که اینا را انداختن که آدم براش تداعی میشه، تظاهراتی که در زمان استالین بود، تظاهراتی که در زمان هیتلر بود، میلیون ها آلمانی میومدن تو خیابونا و میگفتن که مارکسیستا، یهودیان، نه معلولی، اینا همه باید از دم تیغ برن. خب یا تظاهراتی که برای هر دیکتاتور خونریز در دنیا بود این تداعی میشه. صدام یادتونه میومد میلیون ها نفر اون بالا وای میساد براش تظاهرات میکردن، بهش میگفتن به ما بگو کی بچه هامون رو فدای تو کنیم. بسیاری از این احمقا بچه هاشون رو میوردن چاقو میذاشتن دم گردن بچه ها تا صدام به اینا محبت کنه بگی نه بچه هاتون رو نکشی. خودشون نمیکشتن، بچه ها رو میخواستن جلوی پای صدام قربانی کنن. ما اینا رو دیدیم. خب شما درست در این شرایط زدین این مردک رو کشتین، اینا هم از موقعیت سوء استفاده کردن. بفرمایید، من از اینی که هر کدوم از این مهره ها رو بزنن نمیدونم، من خوشحال نیستم. معتقدم در دادگاه های ملی اینا باید محاکمه بشن، ولی از اینی که یه پای اینا لنگ میشه خوشحالم. اما چرا الان؟ ببینید چه بازی در آوردن.
حدود 400-500 هزار نفر، شاید هم بیشتر، 1 میلیون نفر در تهران 14 میلیونی 1 میلیون نفر ریختن تو خیابون. خلو. با در نظر گرفتن اینکه اینا فاطمیون دارن، زینبیون دارن، نمیدونم لباس شخصی دارن، چاقوکشای حزب اللهی دارن، از عواملشون از کشورهای اطراف میارن، بعد هم 1 میلیون خورده ای سرباز رو نمیدونم ارتشی و اینا دارن. خب برای اینا کاری نداره تجهیز اینا، دوباره اینا رو سوار قطار کردن و دوباره اتومبیل یه جای دیگه بردن و یا از جای دیگه آوردن. اصلا من نمیخوام بگم اصلا آوردن، شک نی 85 میلیون جمعیت، مثلا 10 میلیونش هم اینا آوردن. این چه دلیلی داره که یک حکومت جانی، یک حکومت عقب افتاده و دزد، ما بیایم بگیم که آقا دیدی چه خبر بود؟ از این چیزا تو تاریخ پره. من فیلمایی دیدم از جنگ بین الملل دوم در خود آلمان، هیتلر میلیون ها نفر رو تو خیابون میرفت، رژه میداد، مردم میومدن، هیتلر میومد توی یه بالکن، مردم به سرحد جنون فریاد میزدن و فریاد حقیقی هم میکشیدن. اونا یه ایدئولوژی داشتن، اینا مذهبن، به خصوص که 1400 سال گریه گرفتن از مردم سر یه واقعی که حالا معلوم نیست اصلا حقیقت داشته باشه. ببینید چه بازی در آوردن. یه مصاحبه هست آقای علی جانی با تلویزیون بی بی سی کرده. من با خیلی از نظرات آقای علی جانی اصلا موافق نیستم، ولی در این مصاحبه آقای علی جانی بعضی حرفاش جالبه، بعضی حرفاش. یه مصاحبه تقریبا طولانیه ولی شنیدنیه. دعوت میکنم ازتون که در اولین قسمت به این برنامه مصاحبه آقای علی جانی که از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شده توجه بکنید. از سخنان دختر آقای سردار سلیمانی هم الان شاید از جملاتی که به کار بردن یه مدار پاسخ سوال شما روشن بشه. البته طبیعی است آقای سلیمانی متفاوت چهرش و کارکترش با سرداران سپاه شکم برآمده‌ای که کاخ نشین شدند و به اصطلاح پول بر پول می‌افزایند. ایشون سردار در صحنه بود، این چهره متفاوتی به ایشون میده به لحاظ کاملا شخصیه. اما وقتی ایشون رو در چارچوب رفتار سیاسی نظامیشون قرار میدیم، باید یک روندی رو ببینیم. از آقای سلیمانی جوانی که به جبهه میره با از یک خانواده فقیر و میخواد از استقلال کشور خودش دفاع بکنه، تجربه کسب میکنه، تجربیات زشت و زیبایی که بعضا مورد تشویق یا توبیخ قرار میگیره در همون هنگام، یه مدت در حاشیه هست ولی بعد به سر صحنه میاد و عمدتا در سپاه قدس که برآمده از برخی از گرایشات اوایل انقلاب هست که به دنبال صدور انقلاب و حمایت از نهضت‌های آزادی بخش بود، اما به تدریج به انحراف رفت و تبدیل به در واقع بازویی برای تبدیل نظام ولایت فقیه به ام القرای جهان اسلام، به تعبیری که اولین بار آقای جواد لاریجانی به کار برد و مرحوم مهندس صحابی در 5 سرمقاله متفاوت ایران فردا این گرایش رو به شدت نقد کرد، این گرایش زیاده‌خواهی در منطقه رو، و همچنین تلفیق این با یک گرایشی که در اشغال سفارت آمریکا به وجود اومد، نوعی آمریکا ستیزی و
به اصطلاح دشمن ستیزی به تعبیر متأخرترش، تلفیق این دوتا اون چیزی که در ادبیات آقای علی جانی من درک میکنم که خیلی از شخصیت‌های سیاه و سفیدی نیستن، ولی مشخصا شما امروز خودتون رو در این سوگواری شریک میدونید یا نه؟ من اجازه بدید ضمن احترام به رأی و عواطف کسانی که شرکت کردند بگم که با آنها هم نظر نیستم، به ویژه حالا آنهایی که به اختیار رفتند، یعنی با قضاوت شخصی رفتند نه با دستگاه تبلیغات بسیج و رسمی. اگر اندکی فرصت بدید میشود این رو هم، این نوع حضورهای خیابانی رو هم از منظر جامعه شناختی هم سیاسی بررسی کرد. در ایران با این تلفیقی هست انگیزه های این شرکت از باور و عقیده‌ای که خب بویژه دستگاه‌های رسمی در ساختن و اون بر ساختنش تأثیر دارن، گاهی اوقات یه نوع ناسیونالیزمی که حالا ابزاری برش افسوده میشه که در مورد آقای سلیمانی این هست، همون که شما گفتید برخی سردار در واقع مقاومت یا سردار ملی میدونن، من همچون چه تصویری ندارم. و آمیزه سوم سوگ هست، یعنی سوگ، مظلومیت، قتل، مرگ مظلومانه، تروری که ایشون شد، تلفیقی از این ستا خوب احساسات و عواطف رو تحریک میکنه. ما هم جامعه عاطفی هستیم، شعر، هنر و میراث ملی ماست، اما کسانی که امروز راه پیمایی بودن باید بدونن که خب دیگری هم نظرات مختلفی دارن، اونا حق ابراز نظر و حق و امنیت حضور در خیابان رو ندارن. اگر امکانات و بسیج دولتی برای شکل‌گیری یه تجمعی که ترکیبی است از کسانی که با تحلیل رفتن و کسانی که عمدتاً با بسیج دولتی رفتن، دیگران با چوب و شما مواجه میشن. ما در همین چند روز شاهد بودیم که یکی از حتی سایت‌های و نشریات اصولگرا وقتی تعبیر دیگری به جز شهید به کار برد بیخ شد، نماینده مجلسی که هیچ حرف مهمی نزده بود وقتی که گفت بایستی برای خویشتنداری بکنیم به دفترش حمله شد. ما هم ببینید جناب موسوی، از اول انقلاب تا حالا ما از این برساخته ها متاسفانه زیاد دیدیم. من حداقل چهار نمونش رو مثال بزنم به سرعت. دانشجوی خط امام، حمایتت میکنیم. دانشجوی خط امام، افشا کن. یه بسیجی که البته بخشی از روشن ایران درش حضور داشتن و حالا همه اونو نقد میکنن. جنگ تا پیروزی. واقعا شعارهای چیزایی که برای حکومت ناموسیه. حکومت امامی، حکومت روحانیت، روزه و موعظه و مرثیه و اینها قدرت تحریکش بالاست. الان همه نقد میکنن که جنگ در دو سال اول استقلال طلبانه بوده و بعدش ویرانگر بوده. انرژی هستی حق مسلم ماست. حالا اگه اون دوتا شعار اولیه یه مقدار حقانیتی درش بود، شعارهای بعدی اساسا فریبکاران است. هیچ کشوری در جهان با اینکه ایران انرژی هستی داشته باشه اصلا مخالفتی وجود نداشت. بحث سر غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران بود، کشوری که خیلی معدن اورانیوم نداره و خب این همه جهان رو تحریک میکرد. و این شعار فریبکارانه سالها در کف خیابون‌ها بود و بعد به راحتی جمع شد با مذاکرات برجام. بعد فریب بزرگتری که حالا جناب سردار سلیمانی هم در اشتغالات داشتن، این که ما اگر در سوریه نجنگیم در تهران باید بجنگیم، در حالی که اساسا مردم سوریه اعتراض کرده بودن، هنوز در اونجا نه داعشی بود، داعش بعدها اومد، اینها رفتن برای سرکوب مردم سوریه. اساسا این شعار فریبکارانه بود. و بذارید این جمله آخرم بگم که اگر روزی در ایران یک دولت واقعا معقول و ملی سر کار بیاد، باید از مردم سوریه، ما به خاطر جنایت‌هایی که در اونجا کردیم و میلیون‌ها انسان را آواره کردیم، ما هم به سهم خودمون که سهم بسیار بزرگی است، باید از مردم سوریه عذرخواهی بکنیم یه روز. بر این اساس من آقای سلیمانی رو، اون تصویر سردار ملی رو متاسفانه ازشون ندارم. این غلیان احساساتی که ما الان می‌بینیم و شما ریشه ها و دلایل اون رو توصیف کردید، به درد حاکمیت میخوره یا اینکه ممکنه براش درد سرساز بشه و مسئولیت آفرین و باری رو بر دوشش بگذاره؟ روحانیت اهل شعار و خطابه است. البته گاهی اوقات جمهوری اسلامی زندانی شعارهای خودش میشه، یعنی برای اینکه شعاری رو که بعداً به این نتیجه رسید که اشتباه جمع بکنه، چون هواداراشو با این شعارها تربیت کرده، مدت‌ها طول میکشه تا اول هوادارهای خودش رو توجیه بکنه. آزاد کردن گروگان ها اینقدر طول میکشه، پایان جنگ اینقدر طول میکشه، پرونده زیانبار هستی اینقدر طول میکشه. حالا تنشی که در منطقه است، ببینید هم ایران در عراق حاکمیت ملی عراق رو زیر پا گذاشته، هم ترامپ که آمده
از حاکمیت ملی عراق رو نقض کرده و آقای سلیمانی رو در واقع ترور کرده. ببینید نزاع ایران و آمریکا نزاع حق و باطل نیست، نزاع یک جنگ زیاده خواهان کوچکتر هستند با زیاده خواهان بزرگتر. اگه با ادبیات گذشته بگم امپریالیستای کوچیک با امپریالیستای بزرگ با هم درگیر شده، این نزاع حق و باطل نیست. اینو دوستان ما نوشتن، آقای میثمی، آقای کیوان صمیمی نوشتن که شما باید مردم ایران رو راضی بکنید، آقای اشکوری نوشتن که اصلا جنگی نبودی که برای اجرای عدالت باشه، همون کاری که اسرائیل داره میکنه ایران در خود ایران داره میکنه. ایران هاف بشار اسد دیکتاتور خونریز اونجا رو حفظ کرد، اصلا داعش وجود نداشت در ابتدا، اصلا مخالفان اسد اخوان المسلمینی بودن، طرفدار عربستان نیستن. رهبران اونها مصاحبه کردن گفتن اگه ما سرکار میومدیم ما تعارضی با ایران نداشتیم. اینا با ترکیه و قطر ارتباط دوستانه تری میداشتن تا با عربستان، و ایران هم کشور دوست تلقی میکردن. یعنی اینها دروغهایی است که فروخته شده، و بعد اینکه این گرد و غبار عواطف بخوابه خب قضاوت ها تغییر خواهد کرد. بنابراین این احساسات به نظر من توانست این سوک، این چهره ناسیونالیستی و اون باوری که پروپاگاندای رسمی داره تبلیغ میکنه، میتواند با احساسات پاک و نیت ها، البته خب بخشی از نیروهای سیاسی متاسفانه سیاست خارجی حکومت رو قبول داشتن، حالا بر اساس ناسیونالیسم متوهمانه یا بر اساس گرایش های چپ کلاسیکی که دارن و منافع ملی براشون در سایه است، افسون طلبی های منطقی یا ضربه زدن به امپریالیسم و صهیونیسم براشون مهمتره تا سرنوشت ملت ایران. ببخشید امینان گرامی، من محو این صحبت ها شده بودم برای اینکه میخوام بهره بگیرم از این صحبت هایی که آقای علیجانی کرده، و بعد به چند تا آگهی گوش کنید باز میگردیم. پنیر مشهور پیکنیک را هم اکنون می توانید نه تنها در قوطی ها بلکه جداگانه بدون بسته‌بندی از تمام مغازه های ایرانی خریداری کنید. با همون طعم بی نظیر، خوشخوراک و تهیه شده از شیر خالص و بدون هورمون، پنیر خوشمزه پیکنیک تکمیل کننده سفره ایرانی شماست. اگر بقیه رو امتحان کردید، اکنون بهترین را نوش جان کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. هیدری لا، مدافع شما. کیس های کاتاستروفیک پرسونال اینجری، منجر به صدمات مغزی، جراحی و شکستگی اعضای بدن، فقط با هیدری لا گروپ. 818-818-0707. با بهره گیری از مشهورترین و زبردست ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا، دفاتر در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. هیدری لا گروپ، ا لیتیگیشن فرم. hideri-lawgroup.com. جلویز نگاه کنم بس موضوع خود باش با. پس من زود برمیگردم. خب خدافز. جلویز سایر برنامه ها آشپزی کیک برای جیل تاک هستید، در صورت تمایل می توانید از موجودی خود مقدار دلخواهی را به دوستان دیگری که اپ جیل تاک دارند منتقل کنید. برای این کار از اینجا گزینه فاند ترانسفر را انتخاب کنید.
سپس شماره تلفن شخصی را که می‌خواهید به او اعتبار بدهید را در اینجا تایپ کنید. مبلغ اعتبار انتقالی مورد نظر را در اینجا بنویسید و سپس گزینه Verify را انتخاب کنید. پس از تایید شماره نفر مقابل، گزینه ترانسفر را انتخاب کنید. حال این مبلغ از اعتبار شما کاسته شده و به اعتبار نفر مقابل افزوده شده است. جیل تاک در کنار شما برای ارتباط با عزیزان. اگر تماشای برنامه هایی که قبلن در لیست منتخب خودتون قرار دادین تموم شده، میتونید اونها رو حذف کنید. برای این کار، کافیه منوی برنامه مورد نظر خودتون رو باز کنید و با انتخاب گزینه ریموف اون برنامه رو از لیست منتخبتون حذف کنید. جیلویزیا همیشه منظمن. آیا میدونین که جیلویز در کنار صدها کانال تلویزیونی و هزاران فیلم و سریال دنیایی از برنامه‌های متنوع آموزشی رو در اختیار شما قرار میده؟ شما میتونین طرز تهیه لذیذترین غذاها و شیرینی‌های ایرانی رو از طریق جیلویز یاد گرفته و از آشپزی لذت ببرین. برای این کار کافیست از پکیج جیلویز فارسی بخش سریال تلویزیونی گزینه سایر ویدیوها رو انتخاب کنید. حالا میتونین از لیست برنامه‌های آموزشی گزینه آشپزی رو انتخاب کنید. جیلویز، هر زمان در هر کجای جهان. خب، میهنان گرامی، صحبتایی که آقای علیجانی کرد یه قسمتش بسیار جالب بود و اون قسمت اینه که ایشون اشاره کرد که جمهوری اسلامی همواره شعارهای داده و پلهایی رو پشت سرش خراب کرده که در همین شعارهای خودش درگیر شده و گرفتار شده. ما یادمون نمیره 444 روز دیپلمات‌های آمریکایی رو اینا دستگیر کردن با اون بازی‌های کمدی که در آوردن، که رهبر مرحولشون گفت که این انقلاب دومه، این جانوران عین دووالپا رفتن بالا از دیوار سفارت آمریکا. برای اولین بار در دنیا یک سفارتخانه خارجی که قسمتی از خاک اون کشوره مورد تجاوز قرار گرفت، تجاوز اوباش، که ما 40 ساله داریم جریمه این کار احمقانه رو همچنان به دوش میکشیم. میلیاردها ثروت مردم ایران در این راه نابود شد، خورده شد، نابود شد و از بین رفت و هنوزم ادامه داره. در نتیجه اون کار احمقانه جنگ ایران و عراق شروع شد. 3 سال اول یک جنگ میهنی بود. بسیاری از ارتشیان وطن پرست که دوره دیده بودند، تعلیمات نظامی درست دیده بودند. حالا شما میتونی با اون رژیم قبلی موافق باشی یا مخالف، ولی نمیتونی منکر سواد افسران گذشته باشی. بهترین دانشگاه‌های جنگ دنیا رو دیده بودن، بهترین دوره‌های ارتشی رو دیده بودن و اونا بودن که مملکت ما رو نجات دادن، نه این اراذل و اوباش و لات. خب اینا اومدن گفتن جنگ جنگ تا پیروزی، بعدم به سلاح خودشون حمله کردن به عراق. آقا گفته این که نمیشه حمله کنن به ما، امولغرای اسلام رو مورد هجوم قرار بدن و ما بشینیم، حالا که اینا رو ما کنار مرز آوردیم میریم داخل. 5 سال آزگار اینا نتونستن 2 کیلومتر برن تو خاک عراق، 2 کیلومتر. اونایی هم که گرفته بودن در یه شبیخون عبین رفت، با ذلت جنگ رو باختن و به قول رهبر مرحول جام زهر رو سر کشیدن. بعد مسئله یه اتمی شد، گفتن اینایی که آقای علیجانی هم گفت،
چیزهای اتمی، حقوق اتمی از حقوق اولیه ملت ماست. یک کار ساده ای رو که میتونستن بشینن صحبت بکنن طبق قوانین بین المللی پیش ببرن، اینقدر کلاف دور خودشون پیچیدن تا به یه معضل بین المللی تبدیل شد. خب بعدم با این فضاحت به پایان رسید. بعدن اومدن به این که اسلام به اصطلاح شیعی رو در تمام جهان گسترش بده، غافل از این که کسانی که در ایران بودن دارن از شیعه‌گری فرار میکنن. اون مردک دانشمند که گفتم اگه فشارش بدین یه قطره دانش ازش بیرون نمیاد، گفت آقا شما نمیخوان برین تو آفریقا شیعه درست کنین، این شیعیانی بگیرین دارن در میرن. خب حالا سردار بزرگ اسلام، جنرال رومل ایران، مونتگومری ایران، آیزنهاور ایران، ژوکوف ایران، هر چی که دلتون میخواد، این آدم کشته شده. 40 روز، 1 هفته، 1 سال این عزاداری و این روزخانی رو ادامه میدید تو خیابونا. نتیجه اینا برای مردم ایران نان میشه، برای مردم ایران عدالت میشه، برای مردم ایران و کارگرانی که 8 ماه 9 ماه 1 سال حقوق نگرفتن حقوق میشه، اینا برای مردم ایران که میلیاردها شما دزدا ازشون دزدیدین اینا پول میشه. نفتتون که به فلاکت افتاده، این کارهایی که شما کردین به نفع روسیه است، به نفع عربستانه، به نفع کشورهای نفخیز شد جز خودتون، چون نفت رفت 70 بالا داره میره 80-90. بعدم هی میگین انتقام، میخواین چیکار کنین؟ من یک بار تو این برنامه هم گفتم شما حتی الان نمیدونید جهان از نظر تکنیک‌های جنگی در کجاست. شما یه عده بی سواد رو جمع کردید دور بر خودتون، به ناوای هواپیما بر میگین حوضچه، بعد اون سردار سلامیتون میگه این ناوای هواپیما بر میبینی اینا در تیررس ماست، مثل که اینا رو گذاشتن تو دریا که اینا بزنن. اینا هنوز نمیدونن که وقتی که در اسرائیل اون گنبد معروف هست و یک دونه موشک نمیتونه بره اونجا، این ناوهای هواپیمابر عظیم که در آن واحد میتونه با 4 تا کشور گردن کلوف بجنگه، این ناوا همطوری آزاد هست که شما موشک بزنی. شما یه تشییع جنازه را انداختین متجاوز از 55 نفر همین امروز تو کرمان کشته شدن، متجاوز از 200-300 نفر زیر دست پا زخمی شدن. انبوه کفشا رو نشون میده که مردم له شدن زیر پای هم دیگه. شما نتونستین اینو مدیریت کنی. به این فیلم توجه کنید در مورد کرمان، ببینید چجوری آدم ها رو آوردین توی خیابان باریک، کوچه ها هم همه رو جلوش رو گرفتین و مردم رو زیر دست پا له کردین. بعدم خاکسپاری رو به تعویق انداختین، حالا البته خوندم که مراسم ادامه پیدا کرد. تعویق خاکسپاری قاسم سلیمانی، به تعویق افتادن خاکسپاری قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان زادگاه او، به علت ازدحام جمعیت و کشته شدن تعدادی از شرکت کنندگان زمان دفن او بعداً اعلام خواهد شد. تعداد زیادی هم زخمی شدند. مقام های برگزار کننده نگفتند آقای سلیمانی چه زمانی دفن خواهد شد، اما همه از گرفتن انتقام سخت صحبت کردند. انتقام میگیریم،
سخت محکم پشیمان کننده قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید. انتقام سخت عبارتی بود که اولین بار آیت الله خامنه ای بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی از آن استفاده کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته تا کنون 13 سناریو برای انتقام از آمریکا در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی و سایر کشته شده ها بررسی شده که ضعیف‌ترین آن یک کابوس تاریخی برای آمریکا است. گفته های علی شمخانی که در خبرگزاری های ایران از جمله تسنیم منتشر شده بود بعد تکذیب شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام مصاحبه آقای شمخانی در این باره را تکذیب کرده است. سوگوار این حالا لحن مقام های جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا هم تندتر شده. آمریکا با ترور یکی از مقامات ارشد نظامی ایران باب روش هایی را باز کرده است که دیر یا زود گریبان خودش را از شرق تا غرب عالم خواهد گرفت. اما در یک جمله، پایان حضور شرور آمریکا در منطقه غرب آسیا آغاز شده است. با این اقدام سفاکانه آمریکا امروز شورای نگهبان طرح سفوریتی مجلس برای تروریستی دانستن وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون را به نام انتقاد سخت تایید کرد. این طرح در مجلس با 288 رأی موافق، 0 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از میان 232 نماینده تصویب شد. پیش از این در اردیبهشت ماه مجلس در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا فرماندهی مرکزی آمریکا را تروریست خوانده بود. حالا وزارت دفاع هم به این فهرست اضافه شده. مجلس همچنین برای 2 ماه پایانی سال 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی را به نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص داد. جمهوری اسلامی میگوید در پی انتقام خون قاسم سلیمانی است. آمریکا اما گفته هر گونه حمله ای با واکنش نظامی روبرو خواهد شد. فرین آسمی. خب ولی همینان گرامی، من میخواستم به این مسئله هم اشاره بکنم. خب شما آمدید در این چند روز که از قتل قاسم سلیمانی میگذره اعلام کردید که ما انتقام سخت میگیریم. الان هم دیدین که این سردار بیمغز سلامی، حسین سلامی که خیلی اهل شعاره، میگه ما انتقام سخت میگیریم و هم او میگه هم مردمی که آوردن تو خیابون همه داد میزنن انتقام. از اون طرف هم این آقای ترامپ میگه اگر کوچکترین حمله به پایگاه ها و سربازان آمریکایی بشه ما علاوه بر اینکه ضربه های کشنده میزنیم به ایران و اسم میبره مراکز فرهنگی، بعد ازش ایراد میگیرن، میگن مراکز فرهنگی طبق قوانین بین المللی در جنگ باید محفوظ بمونه. در آلمان در شهر کلن که من 40 سال زندگی میکردم این کلیسای دوم که سابقه 1000 ساله داره، میگن روزی که این کلیسا ساختش به پایان برسه عمر بشر هم تمام میشه. در افوا اینطوری انتشار پیدا کرده. یک کلیسای عظیم و بسیار زیباست. در جنگ بین الملل دوم فرمانده اسکادران هواپیماهای جنگی متفقین یه آمریکایی بود. او مراکز تاریخی شهر کلنو، نه این نیست امیر، کلنو میشناخت، به خصوص این کلیسای دومو. او دستور داد از بمباران این کلیسا خودداری کنه. این کلیسا فقط از راه زمینی، از توپای زمینی آسیب دید.
برای اینکه اینا جزء آثار تاریخی جهانیه، یونسکو اینا رو به ثبت رسونده. بعد که این ایرادا رو گرفتن، آقای ترامپ دوباره اشاره کرد، گفت در حالی که سربازان آمریکایی کنار جاده با بمب‌های کنار جاده می‌میرند، در حالی که به سربازخانه‌های آمریکایی حمله شده، ده‌ها نفر سرباز آمریکایی کشته شدن، ما جاهایی رو می‌زنیم مثل جاهای آثار تاریخی. و دوباره اسپورت، من اگر تکذیب بشه از طرف خود رئیس جمهور آمریکا، میام و با عذرخواهی این موضوع رو اعلام می‌کنم. حتی این جریان باعث شد خانم فرح پهلوی، شهبانو فرح پهلوی آمد اعلامیه داد و اعتراض کرد به این مسئله. بنابراین اینو من از خودم درست نکردم. شما اگر با جمهوری اسلامی طرفین، آثار تاریخی و باستانی ایران که متعلق به ایرانه، مردم ایرانه، این مردک بلند شد رفت توی یه دونه از این امامزاده های شیراز و نشست گفت اینا ساختمان طاغوته، تخت جمشید میگفت. شما این تخم لغو در دهان اینا میکارین که اینا برن فردا آثار تاریخی ما رو خراب کنن، بگن آمریکا کرد. یه فیلم دیگه هست، نمیدونم ما فرصت داریم یا نه، تشدید محدودیت‌های سیاسی در ایران. این فیلمو لطفاً نگاه بکنید و بعد به برنامه پایان بدید. صدها هزار نفر برای خداحافظی با قاسم سلیمانی امروز در کرمان به خیابان‌ها آمدند. مرگ او ضربه بزرگی برای حکومت ایران بود، هرچند تا حدودی توانست شکاف به وجود آمده بین مردم و حاکمیت را پس از وقایع آبان ماه پر کند. خیلی جمعیت و حضور پررنگ طرفداران قاسم سلیمانی در بسیاری از شهرهای ایران نه تنها باعث نشد که حکومت کمی فضا را بازتر کند، بلکه تندروها در تلاشند تا هر روزنه‌ای را به بهانه جنگ ببندند. روزنامه کیهان در یادداشت امروز خود از آغاز فصل جدیدی میگوید و تهدید میکند که باید با کسانی که دم از انفعال و نرمش میزنند به عنوان وطن فروش و نفوذی معامله کرد. دستگاه‌های امنیتی و مراجع قضایی پیگیری کنند که از آشوب نیابتی 88 و شعار نه غزه نه لبنان تا فشار برای خودتحریمی FATF و سپس جنگ هراسی و گفتن اینکه انتقام نگیریم، چرا این همه تطابق میان طیف مذکور با منویات آمریکا وجود دارد. روحیه بی‌غیرتی محافظه‌کارترین و بزدلترین دشمنان را هم گستاخ می‌کند. البته کسی برای انتقام از آمریکا معطل همراهی منافقین نمی‌ماند، بلکه یکی از ضرباتی که با آمریکا باید زد، زدن همین حلقه مرجفون است. مرجفون اصطلاح قرآنی است که به کسانی که علیه پیامبر اسلام دروغ و نفاق افکنی می‌کردند گفته می‌شود. این تصاویر اعتراض به سخنان شهاب الدین بی‌مقدار را نشان می‌دهد. این نماینده مجلس در جواب این سوال که پاسخ به آمریکا درباره کشته شدن سلیمانی چیست، گفته بود پیشنهادش خیشتنداری و مذاکره بین ایران و آمریکاست. نماینده مردم تبریز در مجلس بعد از حمله معترضان به دفترش گفت اگر موجب ناراحتی مردم شده از همه عذرخواهی می‌کند. در روزهای گذشته 4 نفر در اصفهان به اتهام توهین به قاسم سلیمانی بازداشت شدند. روز شنبه مدیر مسئول وبسایت خبر آنلاین به دلیل انتشار مطلبی درباره مرگ قاسم سلیمانی که توهین‌آمیز تلقی شده به مراجع قضایی احضار شده بود. گفته می‌شود این وبسایت خبری در یک خبر اقتصادی درباره واکنش بازار از واژه کشته شدن به جای شهادت استفاده کرده. مدافع حرم برگشت. قدرت نمایی خیابانی به بهانه مرگ قاسم سلیمانی این فرصت را به حکومت داد تا شکافی را که بسیاری معتقد بودند بعد از اتفاقات آبان ماه دیگر پر شدنی نیست پر کند. اما از سوی دیگر مخالفان میگویند هیچگاه اجازه حضور خیابانی و اعتراض در امنیت را نداشتند. آخرین نمونه اینجاست. بهشت سکینه در روز 5 دی ماه و در مراسم 40 پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه. نه تنها بسیاری از افراد خانواده در این روز در زندان بودند که حضور پررنگ نیروهای امنیتی مانع از هر نوع تجمعی در این گورستان شد.
همه اینها در حالی است که هنوز نه آمار دقیقی از کشته شدگان حوادث آبان ماه اعلام شده، نه خانواده های آنها اجازه پیدا کردند آن گونه که می‌خواستند عزاداری کنند. خب عمیانان گرامی، سپاس از امیر شهرتی و شما که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.